سلام، من دکتر امین حسینی هستم و میخوام در رابطه با اختلال مصرف مواد هالوسینوژن، توهمزا یا روانگردان با شما صحبت بکنم. مواد هالوسینوژن، توهمزا یا روانگردان با تغییر دادن ادراک فرد آثار خود رو نشون میدن. اونها یا توانایی های حسی رو افزایش میدن یا خطاهای حسی و هالوسینیشن هایی به وجود میارن. هالوسینوژن ها برخلاف استیمولنت ها و آرام بخش ها فرد رو زیاد برانگیخته نمی کنن و در مقایسه با اونها کمتر اعتیاد آور هستند. هالوسینوژن در لغت به معنای ایجاد کننده هالوسینیشن هست. هالوسینوژن ها گروه متنوعی از مواد رو در بر می گیرن که به رغم ساختار شیمیایی و احتمالاً مکانیسم های مولکولی متفاوت باعث تغییراتی در ادراک، مود و شناخت می شن. بعضی از مواد هالوسینوژن، توهمزا یا روانگردان عبارتند از فنیل آلکیلامین ها، ایندول آمین ها و ارگولین ها. از معروف ترین فنیل آلکلامین ها میتونیم به مسکالین، دوم، MDMA یا اکستازی اشاره کنیم. از معروف ترین ایندول آمین ها میتونیم پسیلوسیبین یا پسیلوسین و دیمتیل تریپتامین یا DMT رو نام ببریم و از معروف ترین ارگولین ها میتونیم به LSD یا دانه های مورنینگ گلوری اشاره بکنیم. چند ماده در گروه هالوسینوژن ها قرار نگرفتن، از جمله کانابیس و ماده فعال اون THC. این مواد میتونن آثار هالوسینوژنیک داشته باشن اما به طور جداگانه دیاگنوز یا تشخیص داده میشن، چون آثار روانی و رفتاری بسیار متفاوت و مهمی دارن. عموماً در کتاب‌های آسیب شناسی روانی اختلالات مرتبط با هالوسینوژن‌ها رو به دو گروه اصلی تقسیم می‌کنن. اول اختلال مصرف فنسیکلیدین و دوم اختلال مصرف سایر مواد هالوسینوژن که در فایل‌های بعدی هر کدوم از اینها رو به صورت مجزا بررسی خواهم کرد.